کتاب تولد اسرائیل و اسرائیل به دنیا می آید پیشتر اشاره داشتیم که چندین تحول مهم در فاصله پایان جنگ جهانی اول تا سال 1948 که اسرائیل متولد می شود اتفاق افتادند. جنگ جهانی دوم به قدرت رسیدن نازی ها. قیمومیت انگلستان در فلسطین از جمله این تحولات یا فاکتورهای مهم بودند. فاکتور مهم دیگری که در فاصله 1917 تا 1948 میبایستی به با آن اشاره نماییم نقش آمریکا بود یقیناً زمانی که در اواخر قرن نوزدهم یهودیها راهی آمریکا میشدند هرگز تصور نمیکردند در قرن بعدی آن سرزمین وسیع با اجتماعاتی پراکنده سرخپوستان و گله های وسیع گاف بدل به بزرگترین و مهمترین قدرت جهانی شود. یهودی ها هم مثل سایر اروپایی ها تصورشان آن بود که قدرت های بزرگ و مهم همان قدرت های اروپایی بودند و آنها هم همانند سایر اروپایی های مهاجر به سرزمین غرب وحشی فکر نمی که 60 سال بعد آمریکا قادر می شود تا کشورهای بزرگ اروپا همچون آلمان، فرانسه و حتی انگلستان را پشت سر گذارد. اما چنین شد. جنگ جهانی دوم به تعبیر بسیاری از صاحب نظران عرصه بین الملل و علوم سیاسی کاتالیزور و قابله به دنیا آمدن قدرت جدیدی شد در آن سوی آتلانتیک که دنیا به تدریج آن را به نام آمریکا می شنا. این هم بخت و اقبال یهودیا بود که در فاصله نیم قرنی که آمریکا از غرب وحشی تبدیل میشد به ابرقدرت جدید و نیرومند در عرصه بین الملل نزدیک به سه میلیون تن از آنان توانسته بودند به آنجا مهاجرت نمایند. و همانطور که دیدیم عقبه اجتماعی آن سه میلیون به گونه بود که به سرعت توانستند به اندازه سی حتی پنجاه میلیون نفر در آن کشور قدرت و نفوذ پیدا کنند و همه آن قدرت همه آن نفوذ و جایگاه را به منظور حمایت یهودی اروپا و ایجاد موتنی برای آنان در فلسطین به کار گرفتند. یهودی برای نخستین بار یک حامی نیرومند در عرصه بین پیدا کرده بودند به نام آمریکا. قدرت جدیدی که روز به روز در عرصه بین المللی نیرومند تر میشد از وقت خوش یهودیها نگاه مثبت و جانبدارانه نسبت به آنان داشت. چرا که همانطور که گفتیم قریب به سه میلیون از هموطنان یهودیشان هم مسلکان یهودیشان در آن کشور صاحب نفوذ بودند هیچ یک از قدرت‌های اروپایی دیدیم که نسبت به یهودیها خیلی نگاه مثبتی نداشتند مثبتترین و جانبدارانه قدرت نسبت به یهودی ها در اروپا را میبایستی انگلستان دانست. اما اگرچه نگاه حاکمیت در انگلستان بنیادن با نگاه حاکمیت در سایر کشورهای اروپایی متفاوت بود، مزالک لندن هم نمیتوانست به طور کامل از یهودی ها جانبداری نماید. بریتانیا ملاحظات و منافع فراوانی در ارتباط با جهان عرب داشت و نمی توانست همه تخمورهایش را در سبد یهودیها ها بگذارد. حمایت لندن از یهودی ها در بهترین حالت نصف نیمه بود. اما در خصوص آمریکا همه چیز یک بار تغییر می نه تنها آمریکایی ها با همه آن عناصر منفی نگاه تاریخی اروپاییها به یهودیها بیگانه بودند بلی که حمایتشان از یهودیها ها همه جانبه و تمام و کمال بود و البته که جدای از ویژگی های جامعه شناسی جامعه آمریکا ستون فقرات آن حمایت ارزشمند و سرنویساز جایگاه و نفوذ مهاجرین یهودی در جامعه آمریکا بود لابی نصف نیمه حمایت لندن از یهودی ها در سپهر عصر جدیدی که بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا در حال طلوع بود با یک حمایت نیرومندی به نام ایالات متحده آمریکا تقویت شده بود حتی قبل از آنکه جنگ جهانی دوم به پایان برسند لندن سراحتا اعلام کرده بود که در صدر فهرست اولویت های بعد از جنگ آن کشور حل مسئله فرستین قرار داشت. انگلستان حاضر نبود حتی یک روز دیگر به سرپرستی یا قیمومیتش بر فلسطین ادامه دهد اما همانطور که پیشتر اشاره داشتیم مسئله اساسی آن بود که بریتانیا چگونه و در چه وضعیتی میخواست از فلسطین خارج شود همانطور که گفتیم از 1917 که لندن قیمومیت فلسطین را میپذیرد یک روز خوش در آنجا به خود ندیده بود در طی آن سی و یک سال یعنی از فاصله 1917 تا 1948 روزی نبود که بحران فلسطین به یک شکلی در دستگاه حکومتی انگلستان ظاهر نشده بوده باشد و همانطور که گفتیم بارها و بارها کمیته ها ها و کمیسیون های مختلف ام از زیر نظر پارلمان دولت یا وزارت خارجه تشکیل و معمور به یافتن راه حلی برای فیصله دادن به درگیری ها و پایان بخشیدن به بحران فلسطین شده بودند حیعت های حقیقتیاب و کمیسیون های مختلف راه حل های عدیده ای را در طی آن سی و یک سال به روی کاغذ آورده و برای اجرا به مقامات لندن ارائه داده بودند. اما باز همانطور که پیشتر دیدیم جملگی عملا غیر قابل اجرا بودند. در طی آن سی و یک سال بارها و بارها بیانیه یا اعلامیه بلفور مورد بازخانی و تفسیر و تبیین قرار گرفت اما اعلامیه بلفور هم راه به جایی نمی بود حسب تفسیر یهودیا اعلامیه بلفور ختم به ایجاد یک موتن یا کشور مستقل یهودی در فلسطین می شد. اما حسب تفسیر عرب و یا مقامات لندن که نسبت به ایجاد یک کشور مستقل یهودی در فلسطین خیلی تمایل نداشتند اعلامیه برفور مشخصا و موکدا متذکر شده بود که حقوق عرب فلسطینی نبایستی پایمال شود سرانجام پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1947 1326 و به دنبال ماهها رایزنی میان رهبران کشورهای غربی و بلوک شرق یعنی روسیه به همراه سایر کشورهای کمونیستی شرق اروپا در سازمان ملل که به تدریج بدل به یک نهاد رسمی بین المللی شده بود فرمولی اتخاذ شد که بر اساس آن فلسطین به دو کشور مستقل میان عرب و یهودیا تقسیم میشد. شد. در تقسیم بندی اولیه و با توجه به آنکه جمعیت عرب در حدود 700 هزار نفر و یهودی ها در حدود 200 هزار نفر بودند در حدود 60 درصد از خاک فلسطین از آن عرب 30 درصد از آن یهودی ها و 10 درصد هم نامشخص بود پایتخت کشور فلسطین بیت المقدس و پایتخت کشور یهودی یا اسرائیل هم تلاویف بود. اینکه این, این درصدها چقدر دقیق بودند خیلی مهم نبود و نیست چرا که نه یهودی و نه عرب آن تقسیم بندی را از همان ابتدا نپذیرفتند. با این تفاوت که عرب رسما و علنا تقسیم بندی را نپذیرفتند اما یهودیان را حسب ظاهر پذیرفتند اما در عمل به سرعت سرگرم مسلح نمودن و فراهم آوردن تجهیزات و امکانات نظامی بودند چون میدانستند که به مجرد آنکه انگلستان پای خود را از فلسطین بیرون بگذارد عرب به یهودی ها حمله ور خواهند شد سرانجام در روز 29 نوامبر 1947 برابر با 8 آذر 1326 مجمع عمومی سازمان ملل طرح تقسیم فلسطین را به دو کشور مستقل یهودی و فلسطینی و یا عرب را در مجمع عمومی سازمان بر رأی کشور رأی موافق و 13 کشور رأی مخالف دادند. بسیاری از موافقین کشورهای کمونیستی شرق اروپا و مهمتر از همه روسیه بودند. آمریکا و فرانسه هم به قطع نامه تاریخی تقسیم فلسطین رأی موافق دادند. جالب است که انگلستان به طرح تقسیم رأی مخالف داد. استدلال لندن آن بود که طرح تقسیم در عمل غیر قابل اجرامی بود اما به هر حال بعد از تصویب طرح تقسیم و حسب آنچه تصویب شده بود انگلستان در 14 می 1948 مطابق با 24 اردیبهشت 1327 پس از سی و یک سال پر درد و سر بر قیمومیتش بر فلسطین پایان داده و نیروهای نظامی خود را از فلسطین خارج هنوز آخرین سربازان انگلستان به طور کامل از فلسطین خارج نشده بودند که آتش جنگی همه جانبه میان فلسطینی ها و یهودی ها شعر برگرد. نیروهای عرب شامل واحدهایی از ارتشهای مصر، سوریه و اردن افزون در نیروهای مسلح خود فلسطینی ها می به عبارت دیگر تولد اسرائیل با جنگ همه جانبه با عرب شروع شد. جنگی که به شکست کامل عرب و آواره شدن بیش از نیم میلیون فلسطینی از خانه و کاشانه و نهایتا سرزمینشان منتهی شد. آمار متفاوت و متناقضی از نیروهای دو طرف ارائه شده. عرب مجموعه نیروهای مسلح یهودی ها را خیلی بیشتر و قوای خود را خیلی کمتر اعلام می کنند. متقابلا یهودی ها هم نیروهای خود را خیلی کم و در مقابل قوای مسلح عرب را خیلی بیشتر می دانند. طبیعی هم هست که هر طرف می خواهد با قدرتمند نشان دادن دیگری خود را طرف مظلوم قلمداد نماید واقعیت آن است که شمار نیروهای طرفین کم و بیش برابر با یکدیگر بود مجموعه نیروهای اعراب در حدود 20 الا 25 هزار تن بود و نیروهای مسلح یهودی ها هم در حدود سی تن اما در پایان نخستین سال تولد کشور اسرائیل یهودی ها موفق می شوند تا نیروهای نظامی خود را به نوت هزار تن برسانند. مهمتر از عدد و رقم و اینکه عرب چه تسلیحاتی داشتند و متقابلا یهودیها مجهز به چه ساز و برگی بودند روحیه دو طرف بود. از این بابت تفاوت عظیمی میان آنان وجود داشت. جنگ برای یهودیا مسئله گرفتن زمین جمعآوری قنائم یا چانزنی بعدی با عرب نبود جنگ برای آنان مسئله مرگ و زندگی و مسئله بودن یا نبودن در حیبت و در قالب یک ملت و یک کشور بود شکست برای آنان به معنای بسته شدن روزنه امید و نوری بود که در انتهای تونل سیاه و تنگ و تاریک قرنها در بدری زندگی در گتو، سرکوب، قتل عام، وصله ناجور بودن و سربار منفور جوامع دیگر بودند به رویشان گشوده شده بود. آنان احساس می‌کردند که شرایط و وضعیتی که به وجود آمده بود محصول عوامل متعدد بود که شانس به وجود آمدن مجددشان اگر نگفته باشین غیر ممکن، که دست کم دیگر خیلی کم می بود. اگر آن فرصت از بین میرفت همه چیز از بین می رفت. جنگ برای آنان همانطور که گفتیم جنگ میان مرگ و زندگی بود. جنگ میان پایان دادن به دربدری و ایجاد یک کشوری برای نخستین بار از آن خودشون. بنابراین با همه وجود می جنگیدن. اما این همه ماجرا نبود. نظم، تشکل، سازماندهی و برنامه ریزی یهودی ها در مقایسه با اعراب به مراتب چشم سر بود. در مقایسه با اعراب یهودی ها با طرح و برنامه و سازماندهی حرکت می کردن. و بالاخره می بایستی به دانش، تجربه و کیفیت فرماندهی نظامی یهودی ها اشاره داشت. تجربه مدرن نظامی عرب عمدتا محدود میشد به آنچه در دوران جنگ جهانی اول و نبرد علیه ترکان عثمانی آموخته بودند اما در میان یهودی ها کم نبودند افسران حرفه‌ای باسواد و با تجربه ارتشای اروپایی افسرانی که در ارتشای فرانسه، انگلستان، آلمان و لهستان آموزش‌های نظامی مدرن را و کار کردن با تسلیحات مدرن را آموخته بودند. بسیار گفته می شود که اروپایی ها از انگلستان تسلیحات پیشرفته سنگین در اختیار یهودی ها قرار دادند. اما در عالم واقعیت این گونه نبود. نه انگلیسی ها و نه آمریکایی ها هیچ تجهیزات و تسلیحاتی اهم از سبک یا سنگین زمینی یا هوایی یا زرهی در اختیار یهودی ها نگذاردن. البته یهودی ها از زیر سنگ هم که شده بود اسلحه تهیه می اما نه تبانی با لندن در کار بود و نه دسیسه با واشنگتن. جدای از بازار آزاد و قاچاق عمده ترین منبع تأمین تسلیحات یهودیا کشورهای کمونیستی و بلعخص چکسلواکی بود که با موافقت استالین رهبر اتحاد شوروی تسلیحات زرهی پیشرفته از جمله تانک نفربر توپ و ادوات مشابه به یهودی ها با قیمت خوبی می فروختن. بعد از شکسلواکی می بایستی به فرانسه اشاره داشت که تجهیزات پیشرفته به یهودی ها فروختند. در این حال می به برخی از تاکتیک ها و رویکردهای یهودیها یهودی ها هم اشاره داشت. همانطور که اشاره داشتیم هدف یهودی ها در جنگ مشخص بود. گرفتن مناطقی که تمرکز یهودی ها در آنجا زیاد بود به گونه ای که در پایان حاصل جمع آن مناطق را بتوان در حیبت یک کشور درآورد. اگر منطقه در آن میانه دارای درصد بالایی از جمعیت عرب می بود یهودی ها چه می بایستی می کردن؟ عرب به این پرسش آن است که یهودیها با کشتار آنان را از آن مناطق بیرون می آنان قتل عام روستای دهریاسین را که در جریان آن 250 تن از ساکنین این روستا به دست نیروهای شبه نظامی یهودی به قتل رسیدن به عنوان دلیل پاکسازی قومی یهودی ها در جنگ میدانند. آن قتل عام سبب شد تا ساکنین عرب مناطق مناطق بسیاری دیگر محل سکونتشان را ترک کنند. یهودی ها این روایت را نمیپذیرند. آنان ضمن پذیرش اصل ماجرای دیر یاسین آن را به هیچ روی یک طرح و برنامه از پیش تعیین شده به منظور ایجاد رعب و وحشت در میان عرب که مناطقشان را ترک کنند نمیدانند. آنان معتقدند که عرب به دستور رهبرانشان مناطقشان را ترک کردند. تصمیم تاریخی اشتباهی که مسئولیت آن اساساً ارتباطی با یهودی ها پیدا نکرده و بر عهده رهبران عرب است یهودی ها معتقدند که رهبران عرب تعمدن از فلسطینی ها خواستند که مناطقشان را ترک کنند تا با به وجود آوردن یک بحران مانع از اجرای قطنامه سازمان ملل و در نتیجه تشکیل یک کشور یهودی در بخشی از سرزمین فلسطین بشوند بنابراین مسئولیت آواره شدن فلسطینی ها بر عهده سیاست یا تاکتیکی بود که رهبران عرب به کار گرفتند اینکه به وجود آمدن آوارگان فلسطینی معلول تاکتیک نظامی یهودی ها بود و یا برعکس محصول بی سیاستی و ندانمکاری رهبران عرب موضوعی است که از بدف تولد اسرائیل بر روی آن بحث و تحلیل صورت گرفته بدون آنکه نتیجه قطعی حاصل شده باشد اما به هر حال و صرف نظر از آنکه کدامین عامل تراژدی آوارگان فرستین را رقم زد واقعیت آن است که در نتیجه درگیری های نظامی که به هنگام تولد اسرائیل رخ داد 726 هزار تن از ساکنین عرب فلسطینی آواره شدند. 280 هزار تن به کرانه غربی رود اردن که در سال 1948 جزء پادشاهی اردن محسوب میشد رفتند. 70 هزار تن به کشور اردن، 100 هزار تن به لبنان، 4 هزار تن به عراق هفتاد و پنج هزار تن به سوریه هفت هزار تن به مصر و صد و هزار تن به نوار غزه که در آن موقع بخشی از کشور مصر بود رفتند. از بیش از هفتصد هزار علب فلسطینی شمار اندکی در حدود 20000 هزار تن در کشور جدید و تأسیس اسرائیل به عنوان شهروندان آن باقی ماندند ما با باقی عملا به صورت آواره در خاورمیانه پراکنده شدند آوارگان فلسطینی صرفا بخشی از مناقشه عرب و اسرائیل را تشکیل میدهند تولد اسرائیل در این حال همزاد شد با تولد موجود دیگری که ما آن را مناقشه عرب و اسرائیل و فلسطینی ها میشناسیم مناقشه که با تولد اسرائیل به دنیا آمد و به موازات کشور یهود رشد کرده کالبوت شکافی و تحلیل مناقشه عرب و اسرائیل از زمان تولد کشور یهود کاری سترک است که مصیبت یا دردسر آن دست کمی از ماجرای تولد اسرائیل ندارد بدون اغراق از کوچکترین تا بزرگترین رویدادها و وقایع این هفتاد و چند سال محل مناقشه و اختلاف نظر است بگذارید با این جمله کتاب تولد اسرائیل را به پایان برسانی که همانطور که سرگردانی و آوارگی یهودی ها سرانجام با تولد اسرائیل پس از, از 18 قرن یا 1800 سال به پایان رسید مناقشه عرب و اسرائیل و موزل فلسطینی ها هم بعید به نظر می رسد که بدون تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل نهایتا به سرانجام و حل و فصلی برسد